ایران جایی که قتل عام کنندگان حکومت می کنند. کتاب جدید دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا درباره قتل عام 67 و جنبش دادخواهی. تقریزها و پیشگفتار از سناتور جوزف لیبرمن، مایکل موکیزی، سفیر کنت بلکویل، سر جفری رابرتسون. انتشار کتاب ایران جایی که قتل عام کنندگان حکومت می کنند که توسط دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا تهیه شده، روز جمعه گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی در کلوپ ملی مطبوعات در واشنگتن با حضور شخصیت‌های برجسته آمریکایی اعلام شد. سفیر کنت بلکویل، سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق بشر در ژنو، نگارنده پیشگفتار این کتاب، طی یک مصاحبه اختصاصی با سیمای آزادی در کنفرانس واشنگتن گفت: I was honored to do the forward to this book, a book demanding transparency and access to the mass graves that were the result of the summary execution of 30,000 Iranians. Today's meeting was to shine a light on that dark past of Iran and demand that the families of the victims be given some closure, consistent with the demands of the United Nations for transparency. We are continuing to press forward our demand that forensic anthropologists or a team of forensic anthropologists be allowed to go and, so to speak, listen to the voices from the grave so that they can paint a story of truth that will lead to justice and accountability in Iran. لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید، نیز در مصاحبه با سیمای آزادی تاکید کرد: The publication of this book, Iran, Where Mass Murders Rule, is extremely important. It marks the first time that we can have documentary evidence of the atrocities that occurred in Iran in 1988, when some 30,000 individuals were killed, were murdered by the regime because of their political beliefs. And so this book is extremely important in telling the story of what the Iranian regime did in 1988. But its importance today is in notifying the world that nothing has changed within Iran, that in fact some of the very perpetrators of this massacre have served and continue to serve at the various highest levels of government within the regime. So I recommend that all read this book and that this book be a call to action that the Iranian regime is pressed to account for the murder of 30,000 innocent human beings. کتاب ایران جایی که قتل عام کنندگان حکومت می کنند، که در کتابخانه کنگره آمریکا به ثبت رسیده، دارای 138 صفحه و 9 فصل و حاوی ده‌ها عکس، سند و مدارک مستند و غیر قابل انکار درباره قتل عام 67 و جنایات رژیم آخوندی است. از جمله فتوای جنایتکارانه خمینی جلاد برای کشتار جمعی مجاهدین، نامه‌های اعتراضی منتظری جانشین وقت خمینی و پاسخ‌های خمینی به او، تصاویر برخی گورهای دست جمعی و همچنین شهادت زندانیان از بند رسته و شاهدان قتل عام 67. بخشی از این کتاب به معرفی اصلی ترین دستندرکاران قتل عام اختصاص دارد و در بخش دیگری از کتاب توضیح داده شده است که چطور رژیم آخوندی در سالهای بعد از قتل عام و تا همین امروز نیز همان رویه اعدام و کشتار زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین را ادامه داده است. در فصل هفتم کتاب جنبش دادخواهی و پیشرفت‌های آن تشریح شده است و در فصل هشتم
وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران شرح داده شده و تأکید شده است که رژیم آخوندی در دوران ریاست جمهوری آخوند روحانی اقدامات سرکوبگرانه و موج اعدام‌ها را افزایش داده است. کتاب ایران جایی که قتل عام کنندگان حکومت می‌کنند در فصل نهم به اقدامات مشخص و ضروری در قبال قتل عام 67 و سایر جنایات رژیم می‌پردازد و به محاکمه سران حکومت آخوندی به ویژه مسئولان مستقیم و غیر مستقیم قتل عام 30,000 زندانی سیاسی فراخوان می‌دهد. این کتاب حاوی دو تقریض توسط سناتور جوزف لیبرمن، کاندیدای پیشین معاون ریاست جمهوری، و قاضی مایکل موکیزی، وزیر پیشین دادگستری آمریکا است. سناتور لیبرمن می‌نویسد: این یک کتاب پرمعنا و حاوی توضیحات جزئی درباره یک جنایت علیه بشریت در تابستان سال 1988 است. وقتی اعمال قساوتبار صورت می‌گیرد، ما نمی‌توانیم از آن چشم پوشی کنیم. فقط با تأکید بر انجام تحقیقات مستقل و اشراف به آنچه اتفاق افتاده می‌توانیم از تکرار چنین قساوت‌هایی جلوگیری کنیم. بیشتر این کتاب توسط مخالفان ایرانی و رزمندگان آزادی گردآوری شده که توسط حکومت ایران هدف قرار گرفتند. ما باید داستان‌های آنها را بخوانیم و آن را به داستان خودمان تبدیل کنیم. مایکل موکیزی تصریح می‌کند: این کتاب جنایاتی را تشریح می‌کند که در سال 1988 شروع شد و تا به امروز ادامه دارد و عاملان آن همچنان در قدرتند. اعدام‌های جمعی اعضای مجاهدین در تابستان خونین 1988 یک شروع بود، اما بسیاری از مسئولان آن دادگاه‌های نمایشی و هزاران اعدام همچنان بر سر کارند و رئیس جمهور کنونی رژیم ایران حسن روحانی بیش از 3,000 اعدام را در کارنامه خود دارد. اینها کسانی هستند که ایالات متحده و سایر حامیان برجام برای اجرای وعده رژیم ایران به رها کردن تلاشش برای دستیابی به تسلیحات اتمی به آنها اتکا می کنند. در نتیجه این کتاب هم یک فراخوان به پاسخگویی است و هم یک درس عبرت. کتابی است که باید هر کسی نسبت به عدالت و امنیت دغدغه خاطر دارد آن را بخواند. در پیشگفتار کتاب دفتر نمایندگی شورا در واشنگتن، سفیر کنت بلکویل ضمن مروری بر وقایع قتل عام 67 می‌نویسد: انتشار این کتاب به این دلیل به موقع است که مسئولان آن تابستان خونین در ایران هرگز مورد حسابرسی قرار نگرفتند. جنایتکاران همچنان در مسند قدرتند و جنایاتشان ادامه دارد. اعضای هیئت‌های مرگ همچنان در مواضع بالای حکومتی هستند. از جمله علیرضا آوایی، وزیر کنونی دادگستری رژیم ایران. کتاب شورای ملی مقاومت ما را با وقایع سال 1988 و وقایع ایران امروز آشنا می‌کند. جایی که مسئولان آن جنایات وحشتناک در سال 1988 همچنان با خشونت، تحقیر و اعدام حکومت می کنند. اگر جامعه جهانی متعهد به حفاظت از عدالت و حقوق بشر است، ما باید خواهان آن بشویم که ناقضان حقوق بین الملل، آن هم در این ابعاد مرگبار، به خاطر اعمالشان مورد حسابرسی قرار بگیرند. سر جفری رابرتسون در دیباچه این کتاب، نخست وقایعی را که به قتل عام سال 67 منجر شد تشریح کرده و با اشاره به تحقیقات و نتیجه‌گیری‌های حقوقی خودش درباره این جنایت می‌نویسد: بدون هیچ گونه شک و تردیدی اعدام‌های سال 67 جنایت علیه بشریت است. وی سپس موارد مشخصی را ذکر می‌کند و بر پایه آنها استدلال می‌کند که رژیم در قتل عام 67 و همچنین با پنهان کردن اجساد شهیدان قانون بین الملل را به طور جدی نقض کرده است.
او می‌افزاید که تمام این موارد هم تمامیت رژیم و هم مسئولان قتل عام را مشمول جرم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت می‌کند که باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. وی می‌افزاید اعضای هیئت مرگ و مقامات ارشد زندان که این اعدام‌ها را ساماندهی و مجاز کردند به خوبی شناخته شده هستند و شکی وجود ندارد که افراد سپاه پاسداران که جزو دشخیمان و اعضای جوخه های آتش بودند و گورها را کنده اند نیز قابل شناسایی هستند. شواهدی وجود دارد که در برخی زندانها زندانبانان با اعضای سپاه پاسداران که کشتارها را انجام دادند جایگزین شدند. وضعیت امروز در ایران نشان دهنده عواقب مسئولیت از مجازات جنایت علیه بشریت است که هرگز به درستی مورد تحقیق قرار نگرفته است. سر جفری رابرتسون بر مسئولیت شورای امنیت برای تشکیل یک دادگاه بین المللی به منظور تحقیق درباره قتل عام 67 تاکید می کند، چرا که در غیر این صورت رژیم ایران به نقض قانون بین الملل ادامه خواهد داد. قانونی که سران این رژیم در سال 1988 با قساوت آن را به چالش کشیدند.